رسانه های عراقی اعلام کردند که نخست وزیران عراق و مالزی در بیانیه‌ای بر اهمیت اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه با همه گونه تبعیض، بیگان حراسی و خشونت علیه مسلمانان تأکید کردند. در بیانیه مشترکی که از سوی محمد شیا از سودانی و انور ابراهیم صادر شد، دو کشور خواستار تقویت تلاش های بین المللی در جهت گفتگوهای جهانی با هدف ترویج فرهنگ تساهل و صلح در جهان شدند دو طرف درباره حوادث توهین به قرآن کریم و اعمال شرماوری که موجب گسترش نفرت و افرادگرایی می شود بحث کردند و این توهین ها را به دور از آزادی بیان و حمله آشکار به اعتقادات مسلمانان دانستند که باید با آن مقابله کرد در بخشی از این بیانیه آمده بر این اصل اساسی تأکید می کنیم که حقوق همه انسان ها برابر غیر قابل تقسیم و وابسته به یکدیگر هستند و یادآوری می کنیم که طرفداری از نفرت ملی، نژادی یا دینی که به منزله تحریک و تبعیض خصومت یا خشونت است به وضعیت نگران کننده ای رسیده و باید به موجب قانون منع شود ما از افزایش نابردباری تبعیض و اعمال خشونت آمیز علیه مسلمانان و مقدسات آنها در بسیاری از نقاط جهان عمیقا نگرانیم همچنین نگرانی خود را درباره افزایش نابردباری و سخنان نفرت انگیز که منجر به تحریک به خصومت و خشونت به ویژه علیه مسلمانان شده است ابراز می کنیم. ما از تلاش های مختلف با هدف مبارزه با این پدیده در مجامع جهانی از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی و همچنین از اعلام 15 مارس به عنوان روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی استقبال می کنیم.